با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، خوشحالیم که در هر جایی که هستید ما رو همراه خودتون دارید و اجازه داریم با برنامه پند حقیقت آشکار که این سری در مورد تربیت خانواده هست همراه با کشیش مگی یک نظر در کنار شما باشیم. بینندگان عزیز سلام، ما رو پذیرا باشید. به خانه شما آمدیم با قسمت دیگر از مجموعه تربیت فرزندان به همراه خواهرمون مگی. خیلی خیلی خوش آمدید این بار نیز به استودیو. خواهش میکنم خواهر مگی بفرمایید. خیلی ممنونم. سلام بینندگان عزیز، خوشحال هستم که باز با هم هستیم و این مجموعه تربیت فرزندان رو با هم دنبال میکنیم، ادامه میدیم. اگه خاطرتون باشه در چند برنامه گذشته صحبت کردیم در مورد اینکه خداوند چطور میخواد ما والدین اول از او بشنویم، بعد او رو با تمام قلبمون با تمام قوتمون محبت کنیم. و امروز اتفاقا اولین برنامه‌ای هست در این مجموعه که میرسیم به یه جایی که مستقیما قراره با بچه‌ها یه کاری انجام بدیم، در یه با اونها هم شریک بشیم در این مسئله و در این سفر. تثنیه باب 6 آیه 7 تا 9 رو خواهش میکنم برادر مدبر شما قرائت کنید. اصلا این مجموعه رو ما با تثنیه باب 6 آیه 1 شروع کردیم، هر بار یه قسمتی از اونو مطالعه کردیم و امروز به آیه 7 تا 9 رسیدیم. بله. بفرمایید خواهش میکنم. تثنیه باب 6 آیات 7 تا 9. و آنها رو به پسرانت به دقت تعلیم نما و حین نشستن در خانه و رفتنت به راه، وقت خوابیدن و برخاستن از آنها گفتگو نما و آنها را بر دست خود برای علامت ببند و در میان چشمانت عصابه باشد و آنها را بر باوهای در خانه‌ات و به دروازه‌هایت بنویس. بله خیلی ممنون. اینجا یه نمونه از تعلیم میده. تا حالا همش ما میگرفتیم، حالا قراره یه چیزی هم تحویل بدیم و بچه هامونو شروع کنیم به تعلیم و تربیت. ولی خیلی جالبه، شروع میکنه با دقت. ببینین این کلماتی که اینجا استفاده میکنه چه چیزایی هست. با دقت تعلیم نما، حین نشستنت، نشستنت در خانه، رفتنت به راه، وقت خوابیدنت، وقتی برخواستنت، وقت برخواستنت از اونها صحبت کن. بعد حتی میگه روی دستات برای علامت ببند و روی چارچوب خونه هات هم اینا رو بنویس. قبل از اینکه من ادامه بدم میخوام از شما سوال کنم، شما در طی هفته گذشته چه چیزی رو با دقت به بچه هاتون یاد دادین؟ فرصتی برای یادآوری هست، برای فکر؟ آیا واقعا ما جدی هستیم در مورد اینکه به بچه هامون تعلیم بدیم، اونا رو تربیت کنیم، یا فقط فکرشو میکنیم؟ چون اینجا طوری که صحبت میکنه میگه با دقت، و این طوری که من متوجه میشم هیچ وقت زنگ تفریح مثل این که نیست. وقت خواب، وقت بیداری، وقت رفتن، وقت اومدن، وقت دور میز غذا، و همیشه این هست. تعلیم دادنش فقط این نیست خب بچه ها من الان میخوام چیزی، بعضی وقتا من خودم این کارو کردم، مفید بوده فقط زمانهایی که وقتای دیگه هم با بچه ها داشتم. اگر فقط یه سری قوانین بوده یا درس از کلام خدا بوده، احساس کردم اونطوری که باید تاثیرگذار نبوده. چرا؟ چون من اون وقت کافی رو ندادم که با اونا بازی کنم، در ضمن بازی بتونم یواش یواش این مطالب یا این نکات خیلی ریز و مهم کلام خدا رو بهشون بگم. در این کلمه که اینجا به عنوان تعلیم نما استفاده شده، در اصل در عبری دو تا کلمه هست، یکی حالت رسمی داره و یکی حالت خیلی عامیانه و روزمره. رسمی مثلا در مورد سخنرانی ها یا اینطور جاها استفاده میشه و عامیانه همین صحبتی که روزمره ما با همدیگه اعضای خانواده یا دوستان داریم. و این کلمه عامیانه است که اینجا
استفاده شده. یعنی هیچ وقت لازم نیست که مثل یه معلم بیستی و بگی اینه بله اینطوری نیست، بلکه در ضمنی که داریم بازی میکنیم وقتی بچت لگد زد به اون یکی بچه بگو آخ حیف اشکال نداره، ببوسش، بگو برو عذرخواهی بکن بره خودش. در ضمن بازی، در ضمن زندگی روزمره ریز این نکات رو بهش یاد بدین. آیه ای بود قبلا مثل این که در مورد صحبت کردیم، اشعیا باب 28 آیه 9 و 10 بله. اگه زحمت بکشین شما 28 9 یکم... و... بله. و 10 کدام را معرفت خواهد آموخت و اخبار را به که خواهد فهمانید؟ آیا نه اونانی را که از شیر باز داشته و از پستانها گرفته شدند؟ زیرا که حکم بر حکم و حکم بر حکم، قانون بر قانون و قانون بر قانون، اینجا اندکی و آنجا اندکی خواهد بود. بله، اینجا کاملا همون الگو رو دوباره نشون میده. بله. اولا یه نکته رو بازگو میکنه که هیچ وقت زود نیست برای یاد دادن. هیچ وقت زود نیست. من همین اواخر نوه اول ما به دنیا اومد و میبینم که لانا دخترمون چطور این کتاب رو همه رو میخونه، که مثلا از همین چند هفتگی بدونه چه چیزی رو بعد یاد بده. مثلا هفته پیش صحبت میکردیم که چطور نباید بچه رو زمانی که گریه میکنه از تخت برداشت. باید صبر کرد به محض این که بچه ساکت شد، بعد بچه رو بغل کرد، چون اون موقع به بچه یاد میدیم که با گریه نخواهی گرفت چیزی رو وقتی رفتارت خوبه میگیری. در هر حال اینقدر نکات ریز در این کتابا هست، در کلام خدا خیلی بیشتر، و این از همون چند هفتگی. بعضی وقت ما فکر میکنیم بچه که زبون نمیفهمه من چی یاد بدم، ولی از همون روزهای اول تولد بچه در روح خودش احساس میکنه با چه روحی، با چه احساسی او رو بغل میکنیم یا او رو آموزش میدیم، در حتی چیزهای خیلی ریز، ولی اینها چیزهای پایه‌ای و مهم هستند. کلام خدا مخصوصا امثال، کتاب امثال سلیمان، نمیدونم شما مطالعه کردین یا نه، وسط کتاب مقدسه. کتاب امثال سلیمان رو اگه نگاه بکنین از باب اول تا باب آخر همش در مورد نصیحته. در حقیقت یه پدری من فکر میکنم یا یه مادری، شاید بیشتر باب آخر در مورد مادر در با پسر صحبت میکنه. والدین در هر حال نصیحت میکنن بچه هاشونو که این کارو نکن، با دوست بد نرو، دروغ نگو، انصاف و رعایت کن. همش تمام این صفحاتو، و واقعا کتاب خیلی بی‌نظیریه، واقعا لذت بخش خوندن کتاب امثال سلیمان، و واقعا کلمات پر از حکمت در اون هست. ولی چطور این گفته میشه؟ با کلمات. چطور گفته میشه؟ با تعلیم. یعنی این پدر مادری که در امثال سلیمان این کلماتو می نویسن یا به بچهشون میگن، این البته خود سلیمان اینو میگه، ولی پدر مادری که میخوان نصیحت کنن فقط با چشم ابرو اشاره نمی کنن. با کلمات میگن بچه من، عزیز من، اینو نکن، اینو بکن. چون خیلی از بچه ها حتی نمیدونن چطور باید رفتار کنن، و ما انتظار داریم، ما فقط عکس العملمون اینه که مثلا سرزنششون کنیم وقتی یه کار اشتباه کردن، سرزنش کنیم و بگیم که چرا این کارو کردی، یا مگه اینطور صحبت میکنن، چرا اینطور میخوری، نه نکن، نه نه ساکت باش، بشین سر جاش. همش منفی میخوایم به بچه ها بگیم. ولی آیا واقعا ما در حضور خدا منصفانه وجدانمون راحت هست که اون چیزی که ما از بچه هامون میخواییم ببینیم و ازشون انتظار داریم که انجام بدن، خودمون قدم به قدم بهشون یاد دادیم؟ من الان یه روش خیلی ابتدایی و ساده رو میخوام پیشنهاد کنم. اون چیزی که شما میخواییم بچهتون انجام بده، دیگه حتی از نظر رفتار سر میز غذا، صحبت، هرچی که فکرتون هست، و مخصوصا کلام خدا، مسائلی که کلام خدا برای بچه‌تون میگه و مفیده برای زندگیش، همه اینها رو شروع کنین. اینکه اول با صحبت، البته خب بعضی از بچه‌ها هنوز نوزادن، مطابق سنشون با حتی با همون زبان الکن بچه‌ها بهشون توضیح بدین، بعد نشون بدین،
شما اگر در خونتون یه دونه وسیله داشته باشین، مثلا فکر کنین من چه میدونم آب میوه گیری، شما میخواین به بچه‌تون یاد بدین که چطور اون وسیله آب دستگاه آب میوه گیری رو استفاده کنه، اینو فقط بهش نمیگین به این میوه رو بگیر ببر آب به میوه رو بگیر. چیکار میکنین؟ اول میگی بابا جون بیا، مامان جون بیا نشونت بدم. اول نشون میدین چطور آب میوه ها رو میگیرن، بعد دستشو میگیری میگی اول این دکمه رو بزن، بعد اینو چطور با اول توضیح میدین، بعد نشون میدین، بعد از خودش میگین که حالا خودت بکن با هم بکنیم. خب اول کدوم دکمه رو فشار میدی، بعد میوه رو کجا میذاری، بعد لیوان رو کجا میذاری، یک با هم اینو انجام میدین. بعد چیکار میکنین؟ میگین خب من نگاه میکنم تو انجام بده ببینم یاد گرفتی یا نه. آیا در مورد حالا این یه چیزیه که ما میخواییم همون موقع نتیجهش رو ببینیم و اکثرا مطمئنم این کار رو میکنین وقتی وسیلهی میخواییم به بچه ها یا به کار بردن وسیلهی رو به بچه هاتون نشون بدین، ولی در مورد زندگی چطور؟ آیا همین اندازه تاکید میکنین و وقت میذارین؟ شاید بگین آخه نمیشه بچه رو گذاشت و هی گفت بش. اتفاقا راست میگین و برای همینه که در این آیات خیلی واضح میگه در وقت نشستن، برخواستن، بیرون رفتن، تو اومدن، از همه اینها استفاده کنید. دوستان عزیزم یه چیزو میخوام، الان بچه های ما بزرگ شدن، بچه کوچیکمون، دختر کوچیکمون 16 سالشه، ولی الان که نگاه میکنم چقدر موقعیت های عالی خداوند به ما داده بود، هنوزم داره میده، که در زندگی بچه هامون تأثیر مثبت و تأثیر خدا پسندانه بذاریم. خیلی وقتا بچه ها نمیگن ولی در قلبشون پر از نگرانیه، نمیدونن با زندگی چطور مواجه بشن. ما نوجوانانی رو میبینیم که بیرون نمیرن مگر اینکه با اون گروه مخصوص خودشون باشه، چون ترس دارن و دلیلی که فقط با اون گروه خودشون میرن چون احساس میکنن اون گروه ایراد نمیگیره، یا مثل خودشون دارن میترسن، یا مثل خودشون هر کاری بکنن اشکال نداره. خدا فرصت‌های زیادی به ما داده. خیلی حیفه که ما این فرصت‌ها رو از دست بدیم. در اشعیا باب 28 این آیاتو که قرائت کردن میگه از همون زمان کوچکی حکمی به حکمی و قانونی به قانونی. صبر نکنین که یه دفعه یه سخنرانی دو ساعته. یک لحظه‌ای هم به دل میشینه، هم انجامش آسان‌تره برای بچه. فکر نکنین که نه این ارزشش رو نداره. چرا؟ همینی که شما با بچه صحبت میکنین در مورد این مسئله به بچه اعتماد میده، اطمینان بده که میده که پدر من و مادر من مواظبن. اونا میدونن که من انجام این کارو یا طرز صحبتو یا طرز حرکتو نمیدونم. اگر شما خودتون برای خودتون اینو گرفتین، تعلیم کلام خدا رو، اونو خیلی راحت میتونین منتقلش بکنین. ولی این برای چیه؟ چه نتیجه‌ای میخواییم از این حاصل کنیم؟ لطفا شما امثال باب 6 آیه 20 تا 23 رو بخونین برادر مدبر. 20 تا 23 بله. امثال باب 6: ای پسر من اوامر پدر خود را نگاه دار و تعلیم مادر خیش را ترک منما. اونها را بر دل خود دائما ببند و اونها را بر گردن خیش بیاویز. هینی که به راه می روی تو را هدایت خواهد نمود و هینی که می خوابی بر تو دیدبانی خواهد کرد و وقتی که بیدار شوی با تو مکالمه خواهد نمود، زیرا که احکام ایشان چراغ و تعلیم ایشان نور است و توبیخ تدبیر آمیز طریق حیات است. بله. میخوام توجه کنید، مطمئن هستم این کلمات الان روی صفحه تلویزیون میاد، این کلمات این آیات، خواهش میکنم دوباره توجه کنین ببینین چقدر مهمه اینجا. اولا با چه کسی صحبت میکنه؟ با بچه ها. آیه 23 رو توجه کنید، در اینجا میگه زیرا که احکام ایشان یعنی پدر مادر چراغ و تعلیم ایشان نور است. من میخوام یه سوالی از شما بکنم، آیا احکام شما چراغه و تعلیم شما نوره؟ واقعا اینه؟ و اگر نه، میخوام یه پیشنهادی بکنم، اگر شما برگردین مزمور 119 رو نگاه کنین، آیه 105 اینطور میگه، میگه کلام تو، داوود به خدا میگه،
کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راه‌های من نور است. پس در حقیقت اینجا امثال، کتاب امثال سلیمان که داره به بچهش نصیحت میکنه که از نصایح پدر مادرش پیروی کنه، در اینجا منظور پدر مادریه که خداوند رو میشناسن. منظور پدر مادری هستند که طبق این آیه 105 مزمور 119 کلام خدا برای پاهای اونا چراغه و راه‌های و کلام خدا برای راه‌های اونها نوره. پدر مادری که کلام خدا برای پاهاش چراغه و برای راه‌هاش نوره، پدر مادریه که میدونه چطور بچهش رو نصیحت کنه و خداوند تشویق میکنه به بچه ها که همچین پدر مادری رو کاملا با مواظبت از نصایحشون پیروی کنن، چون براشون نتیجه عالی و پربرکت خواهد داشت. چند تا از این نتایج رو خدمتون میگم، بعد مثل این که شما مطلبی مثل احساس میکنم مطلبی از میخواین اضافه کنین. در من در این آیات این سه تا مطلب رو میبینم که این نصیحت ها در قدم هایشون بچه ها رو هدایت خواهد کرد. اول در قدم هاشون، ما نمیدونیم قدم بعدی برای بچه ما کجاست. اگر ما سب کنیم و بچه خدایی نکرده بلغزه و یه جایی بیفته در یه گودی، در یه خطری، اون موقع خیلی دیره. یه پدر مادر حکیم قبل از اینکه بچه بیفته میتونه دستشو بگیره و این همچین پدر مادری باید کلام خدا رو به عنوان نور و چراغ سر راهش داشته باشه، با خودش داشته باشه که متوجه باشه که این قدمی که این بچه‌م میره بعدش فساده، بعدش بی احترامیه، بعدش نااطاعتیه، بعدش خدای نکرده اعتیاده، بعدش روابط بده. نمیدونیم چیه، ولی اگه صبر کنیم اون موقع خیلی دیر شده. قبلا باید کلام خدا برای ما چراغ و نور بوده باشه. ولی نکته بعدی اینه که در زمان خواب اونها رو محافظت خواهد کرد. خیلی وقتا ما برای بچه‌هامون دعای خیر میکنیم وقتی بچه‌ها میخوابن و واقعا هم باید اینطور باشه، ولی میدونین این بچه ها برای خودشون فرشته ای دارن که در حضور خدا میسته. در جلسات بعدی در مورد این بازم صحبت خواهم کرد. کلام خدا از اونا محافظت میکنه، خود خداوند محافظت میکنه و وقتی کلام خدا با ماست ما میدونیم چطور برای محافظت آنها دعا کنیم. و آخرین نکته، در بیداری اونا رو تشویق خواهد کرد. خداوند خودش خدای مشوقیه. وقتی نگاه میکنیم در کتاب مکاشفه، وقتی عیسی مسیح با کلیساها صحبت میکنه، با وجود اینکه چند تا مشکل در اون کلیساها بود و اونا رو عنوان میکنه، اول از تشویق شروع میکنه. اول میگه که من میبینم اعمال خوب تو رو، میبینم یا وفاداری تو رو میبینم. خدایی که ما رو زود داوری نمیکنه، اول نکات خوب رو میبینه، ما رو دوست داره و همینو به بچه های ما منتقل میکنه. وقتی ما بچه هامونو به طریق کلام خدا بزرگ میکنیم، بعد اونا رو به دست خدا میسپاریم، خداوند از اونها خوب مواظبت میکنه. پس در نتیجه تمام این درس امروز، من میخوام تشویق کنم که بچه هاتونو تعلیم بدین با صحبت، با عمل، با نمونه، با همراهی اونها در عمل. چون خیلی وقتا میگیم و اونا میترسن خودشون امتحان کنن. باهاشون همراه بشین، اونو امتحان کنین، اونو بذارین که تمرین کنن این نکته خوبی که بهشون یاد دادین و بعدش براشون دعا کنید، اونا رو به خدا بسپارین، چون خداوند امینه. خدا شما و بچه هاتون رو برکت بده. از دعا نایستین پدر و مادر، به خدا توکل کنید و او وفاداری خودش رو به شما ثابت خواهد کرد. آمین، آمین. مرسی خرمگی، واقعا سپاسگزاری. همیشه متبارک خانم، نام قدوست خدا، گرچه از دره ها بگذرم تمجید کنم تو را. چه خدای قادری هستی،
دوستت خدا، گرچه از دره ها بگذرم تمجید کنم تو را. چه خدای قادری هستی خدا خوشحالیم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که این برنامه تربیت فرزندان باعث تحولی خاص در زندگی شما شده باشه، چون با این تحول وقتی که ما فرزندان خوب داشته باشیم در واقع جامعه آینده رو ساخته ایم. ممنونم که تا این لحظه گوش دارید. منتظر پیشنهادات، نظرات شما و همینطور انتقادهای شما هستیم. هدف ما بهتر کردن برنامه هاست. امیدوارم در این مسیر ما رو کمک کنید. پس با ما در تماس باشید. اگر در مورد این برنامه سوالی دارید، می توانید با شماره واتساپ 201-638-98-98-98 با ما در تماس باشید.